روم به سوی سرنوه بهار من گذشته. من خیلی سخته، هنوز فکر میکنم خیلی وقتا باوجود اینکه دو ماه هم دیروز گذشته، فکر میکنم خیلی وقتا بابا هنوز تو خونشه و این ساعتها پنج شیش بعد از ظهر به بعد، هفته بعد از ظهر به بعد، چاییش الان حتما دم شده است، یه دو سه تا دوست آشنا صدا کرده یا خود من قرار برم پیشش، تخت نرد آنلاین بازی کنه و کلی قاه قاه بخندیم و راجع به هر موضوعی حرف بزنیم. جای خالیش خیلی میاد برای من، چون اون روح زنده، اون آدم فعال تقریبا تو همه گوشه کناره که با هم بودیم جای خالیش برام میاد و همه موضوعی که با هم حرف میزدیم، موضوعی هنری، چیزایی که نظرمون رو جلب میکرد، سوتیایی که میدادیم، خیلی وقتا سوتیامون رو میگفتیم و شاید نزدیک به هم سوتی میدادیم و بلند بلند میخندیدیم از این شباهت. من یه شب همیشه میگم که بابا چند تا زندگی رو زندگی کرد، اون چیزی که زندگی کرده بابا بالا و پایین زیادی داشته و یه کنتراست بالا تناقض زیادی بوده و از سطوح مختلف نوع زندگی اجتماعی سر در می آورد. همین باعث می شد که اون تناقضاتی که تو زندگی می دید باشون مواجه می شد، یه بازه خیلی وسیع بود و زندگی خیلی زیادی تو اونجا می شد. به خاطر همین مدل زیست کردن، همین مدل تجربه کردن خیلی زیاد سطوح مختلف باعث شده بود بابا یه آدم اهل بخشش باشه، مهربون باشه و اهل گذشت باشه، چه از خودش، چه در حق خودش، چه در حق دیگران. گذشت فکر میکنم یکی از ویژگی‌های بابا بود که این زندگی بهش داده بود. به نظرم بیشتر برای ما بابا رفیق بود تا بابا، و خب همین رفیق بودنش البته من تا مدت زیادی سختم بود قبول کنم، ولی زندگی زیبا میشد دیگه، زیبا شد وقتی که با هم همدیگر رو کامل درک کردیم. بابا خیلی صادقانه زندگی میکرد و خیلی صادقانه هنر خلق میکرد. یعنی اینجور نبود که فقط اون موقعی که داره یه کاریو انجام میده، یه کار هنریو خلق میکنه، یک آرتیست باشه یا هنرمند باشه. نه، هنرمندانه زیست میکرد. مهمترین چیزش باعث شد که متمایز باشه، یه هنرمند واقعی باشه، چون تمام وجودش رو زندگی میکرد. برای بابا همیشه بزرگ بودن علاوه ابعاد، مثل خودش، مثل دستاش که من عاشقش بودم، و خب همیشه برای انجام کارهای بزرگ تو نیاز داری فیزیکی از بعضی آدم ها کمک بگیری. من جز به اون آدم هایی بودم که گاهی میرفتم یا شار میرفت، بعضها محمد رفت کمکش کرد و همیشه برای من کمک کردن، کار کردن کنار بابا، به جز اون جنبه لذت بخش کنار بابا بودن که پر از قهقه و شادی و موزیک و عشق و حال بود، جنبه آموزشی داشت و ما راجع به خیلی موضوع صحبت میکردیم. تو همین هم خیلی ایده‌های همدیگر رو میپرسیدیم، نظر میدادیم، اصلاح میکردیم، به هم گیر میدادیم، شوخی میکردیم، خیلی شعر میخوندیم برای هم دیگه و دوران خوشام بود که با دوست به سر شد. راجع به مرگ حرف میزدیم، گفتم خیلی سخته،
و چجوری میشه تحمل کرد؟ بابا چجوری تحمل میکنی؟ این اواخر چون عمام فوت کرد، عمامی میگه مثلا بابام بهش وابسته بوده، گفت که آدم ها وقتی زندن خیلی مهمن، وقتی میمیرن دیگه باید پذیرفت و دیگه اون من نمیتونم راجع به بابا اینطوری فکر کنم. اینکه اونقدر سرزنده بود و احتمال الان میگفت بی خیال بیا حالا با هم یه دست تخت بازی کنیم، حالا مو جا میاره، ولی امید دیداره که قشنگه برای من. ما بچه بودیم یادم صبحا که میخواست من رو ببر مهد کودک، میشستم ترکش گولم رو میگرفت و بقیش میگم بلند بلند داد میزنیم تو خیابون و کلی آهنگ میخوندیم و بلند میخندیم، انگار که دنیا یه بازیچه است تو دستامون. و فکر میکنم واقعا اگه بخوایم بابا رو الان تجسم کنیم، یعنی برای خود من تجسم بابا، باباییه که دنیا پر از خنده و قهقه و بازیه و بلند بلند آواز خوندن و بلند بلند خندیدن. خسرو حسنزاده رو سالها پیش شناختم، وقتی که به کلاسی که داشتم و نقاشی تعلیم میدادم آمد و گفت که میخواد نقاشی یاد بگیر. آدمی بود با استعداد خیلی زیاد و قدرت جذب هر چیزی که لازم داره، چیزی که لازم نداشت رو ازشون عبور میکرد، ولی اون چیزی که لازم بود رو میگرفت و در یه مدت کوتاهی دنیای شخصی خودش رو کشف کرد. این خیلی مهم بود، چون که مسئله حالا صناعت نقاشی و فوت و فنش انقدر مشکلی نداشت تا اینکه بتونه دنیا خودش رو پیدا بکنه، و اینو کرد. به عنوان نقاش جوان شروع کرد به خاطرهای خودش رو از دوران جنگ و همینطور خاطرات مختلف خودش رو شکل دادن، نظر دادن راجع به اون چیزی که در اطرافش میگذشت، نظر دادن نه شفاهی بلکه به وسیله نقاشی، و چقدر خوب این کار رو انجام داد. وقتی که یه بار اول دیدمش، جوان ورزشکار بسیار بلند بالایی بود که کار دومش نقاشی بود، ولی آرام آرام جایگزین شدیم و کار اولش شد نقاشی و مخاطبین و علاقمندان خیلی زیادی رو پیدا کرد و در راه پیدا کردن جهان شخصیش و زبان خاصش کوتاهی نکرد و به هر جایی که لازم بود سر زد. اساس نگاه یک نقاش به آدم‌ها، به دوروبرش، به مسائلی که ذهنش رو مشغول کرده بود، به همه اینا پرداخت در ابعاد بزرگ، و وسیله خیلی براش مهم نبود، با هر وسیله میتونست کار کنه و روی هر چیزی، از مقوای گراف گرفته تا کاغذ دیواری کنده شده، با قدرت کار میکرد و با مهارت خیلی زیاد. و من از دور ناظر پیشرفتش بودم، برای اینکه مدتی که پیش من بود خب از یک سالی تجاوز نکرد و دیگه کافی بود، لازم نبود پیش من باشه. بعدها بود که من در هر جایی که او کار کرده بود ردپایی قابل توجه و به یاد ماندنی دیدم. شاید آخرین باری که مقابل این نقاشیش ایستادم یک نمایشگاه تک اثر تک نفره بود در موزه بریتانیا که خانم بنیشو پورتر این رو مدیریت کرده بود، و در اون اتاق ورودی در سمت راست ورودی موزه بریتانیا، این اتاق فوق‌العاده جذاب و تکون دهنده بود، پر از لامپ و آینه و نقاشی و عکس و چاپ و همه چیز که اینو به صورت یک عنصر درآورده بود. و مدت‌ها ایستادم و نگاه کردم. قطعا جای خودش رو در جهان خودش و در اطراف ما خیلی زود پیدا کرد، خیلی زود شکر خدا نقاش شناخته شده معتبری شد
و این نوع نقاشی که او میکشید تقریبا هیچ کس دیگری نمیکشید. با خود او شروع شد این نگاه به مردم، به چیزهای ساده و عادی زندگی روزمره، و قهرمانهایی که از میان همین مردم انتخاب میشدن، مردم عادی که قادر بودند قهرمان بشن و تبدیل به یک الگو بشن. بعد هم بارها و بارها هر وقت که لندن رفتم دیدمش، در همون جا نمونه های عالی کارهاش رو به من نشون داد و من غرق لذت شدم از اینکه در طول زمان در کنار یکی از پراستعدادترین و خاص‌ترین هنرمندان این فرهنگ قرار داشتم و ناظرش بودم و لذت خیلی زیادی بود. آشنایی ما در واقع برمیگرده به 40 سال پیش، وقتی که هم کلاس شدیم تو کلاس آیلین آقداشلو. من قبل از اون بودم تو اون کلاس و اولین ورودش خیلی جالب بود، چون یه جوون خیلی تنومند با دستای بزرگ وارد کلاس شد و وقتی وارد شد فکر کردم که خب این آدم با این هیبت چجوری میخواد بیاد کار این ظریفی رو انجام بده. واقعا وقتی پشت میز قرار میگرفت، میز و صندلی کوچیک به نظر میمد براش، و ولی خب پیگیر کار بود، کوشش داشت، همیشه کار زیاد میکرد، خلاق بود. زمانی که ما خیلی دنبال کاغذ آنچنان میگشتیم که روش کار کنیم، یه دفعه میره پاکت هایی میبره و هم میچسبون و اون چیزی که دوست داشت و کار میکرد. ابزار براش مهم نبود، همونقدر هم که بود، چون بعدها رفت سراغ کارهای مختلف، کار با سیلیکو یاد گرفت، با سرامیک کار کرد، کارهای مختلف میکرد و ما یه همکاری کوچیک هم با هم داشتیم حدوداً 30 سال پیش که هنوز خیلی کارهای کانسپچوال را نیفتاده بود. اتفاقا داشتیم فکر میکردیم که ما یکی دو نفر رو احتیاج داریم که این گروهمون کامل شه، حالا بجز دوستان دیگه مثل بیتا فیازی و اساسان و غیره. فکر کردیم خسرو خیلی عالیه، خیلی مناسبه، چون کارهای مختلفی ازش برمیاد و به نظر میاد که چیزی جلودارش نیست. همیشه هم استقبال میکرد از آدم، همیشه خندان بود، مردم رو دوست داشت و جاش خیلی خوب. خسرو حسنزاده جانش شیفته بود، شیفته نقاشی کردن، شیفته یادگیری، شیفته معاشرت و در مجموع شیفته زندگی. در لحظه زندگی میکرد و قدر لحظاتش رو میدونست و مثل شاعر مورد علاقش همیشه میگفت دم رو غنیمت باید شمرد. یادم از سالهای دور که به کلاس‌های استاد آقداشلو میومد، همیشه با انرژی و شور فراوان سوال‌های زیادی داشت و کار میکرد. با وجود اینکه در طول روز در محل کارش کار میکرد و خسته میشد، شب‌ها ادامه میداد به نقاشی. آرام آرام طی این سالها به زبان شخصی خودش دست پیدا کرد، آدم‌های اطرافش رو میکشید و به عنوان پاپ آرتیست آینه طبقه و محیط و اجتماع اطرافش بود. زن‌های چادری، دوستانش، معاشرانش و در این اواخر پهلوانان و اسطوره‌های مورد علاقش. آخرین نمایشگاهی که در مجموعه گالری ایران شهر گذاشت، تصاویری از فیلم رضا موتوری بود که حتما تصاویر مورد علاقش در سالهای دور بود. پروژه‌های زیاده در دست داشت و متاسفانه در زمانی که میتونست اوج کار و خلاقیتش باشه از میان ما رفت. یاد و نامش پایدار. خسرو رو از همون اوائلی که از میدان امام حسین و اون میوه فروشی کار نقاشی رو شروع کرد، بعدم توی یه مدرسه‌ای که با هم دیگه بودیم، یه خود حالت دیرتر از من اومد، میشناختمش، دوستش داشتم،
قد بلندی داشت، وقتی باش دست میدادی احساس میکردم، خودم احساس میکردم دستش دو برابر دست منه، پر از انرژی و شور نقاشی و کمتر حرف میزد و بیشتر نتیجه عمل داشت. خیلی خیلی دوستش داشتم. مفسر نقاشی نیستم که چیزی بتونم راجع به خسرو بگم، ولی اواخر که برگشته بود و هر از گاهی تهران جسته گرفته جای همدیگه رو میدیم، خیلی با هم شوخی میکردیم و حتی بهش میگفتم که اندی وارهول کسی رو نجات نمیده خسرو جان، و میخندیدیم. شاید هم من داشتم زیاده گویی میکردم، اصلا مهم نیست. مهم اینه که وقتی که این درخت تناور به هر شکلی که بود افتاد و من توی مراسمی اونجا بودم، داشتم به این فکر میکردم که چه دستای بزرگی داشت که پر از انگشتر بود، و این آدم، این درخت تناور، این آدم چرا اینقدر زود افتاد. البته کی میدونه دیر و زود چگونه است. حدود 27-28 سال پیش بود که یه روز غزال منو برد محل کار خسرو و ما با هم آشنا شدیم. قشنگ یادمه که خسرو یه کت چرم مشکی تنش کرده بود که با میوه‌های رنگ و رنگی که جلوش بود تضاد خیلی جالبی رو ایجاد کرده بود. خسرو خیلی مرد متشخصی بود، هنرش متشخص بود، خیلی بزرگ بود از هر لحاظ. صدای خنده‌های بلندش از 2 سال پیش تا الان هنوز توی گوش من هست. شاد بود، زندگی رو دوست داشت، شاد زندگی کرد، شاد رفت. هنرش مون برای خانواده‌اش و دوستانش و طرفداراش. خسرو استاد رنگ و فرم و طراحی بود، استاد چاپ سیلک بود. واقعا کیفیت کار چاپ خسرو بی نظیره به نظر من. خب اون همیشه دنبال یه مفهومی میگشت توی کاراش، حالا اون مفهوم میتونست جنگ باشه، فیلم فارسی باشه، فحشا باشه، هر مفهومی که داشت به راحتی و با صراحت میتونست به بیننده منتقل کنه. اینقدر هنرمند بود که این کار از عهدش برمی اومد. خسرو با بچه ها خیلی رابطه خوبی میتونست برقرار کنه. پسر و دختر من هر دو خیلی خیلی دوستش دارن و فراموش نمیشه هیچ وقت توی خانواده. خسرو شبیه این میزه برای من بیشتر، چون همیشه یه میزی چید برای همه و همه دوستاش و آدم ها رو دور میز همیشه جمع کرد. و من محمد شیروانی ترجیح میدم که به جایی که درباره خسرو چی میتونم بگم، یعنی چه حرفی دارم بزنم توی 4-5 دقیقه، ترجیح میدم همون میز رو نشونتون بدم و مثلا پسرش یاشار که منو دیگه الان یاشار نیست، فقط تنها هم یاشار هم خسرو، و خیلی خیلی الان خسرو برای من توی یاشار داره زندگی میکنه، ساز بزنه این چند دقیقه رو بین یه سری آدم باحال و دوستای دور و نزدیک خسرو. Thank you.
تو خودت چی میگی؟ من خودم راجع به پدرم. آره. خیلی آدم دقیقی بود. هیچی بخشش رو ندیده. همه چیش رو اصول بود. یک دو. مثلا بیشتر از اینکه آرتیستیش، هنرمندیش، تو مهندس بودنش بود. همه چی سر جاش. این چیزی که به ما نشون میداد و کسی ندید. چون همیشه مثلا همه چی این چیزی که باید مخفی باشه حریم باشه هر چیزی مثلا بیشتر از حد نباید بره هر چیزی اینو کسی دقت نمی‌کنه مثلا شاید تو جامعه سلیمانش مثلا محدودیت هیچ کس نداشته باشه ولی توی خانواده اینطوری بود مثلا هر کسی جایگاه خودش نه بیشتر نکنه چون همه میدونن که مهربون بود دست و درواز بود خوشقلب بود پاک بود مثلا خودش بود به نظرم باحال بود مثلا چون من خودم یه چند وقت 6 سال اینا باش مثلا رابطه نداشتم بعدش که برگشتم و باش دوست شدم دوباره خیلی بیشتر دوستش شدم و زود از دستش شد یعنی تازه داشتیم خیلی با هم بحث می‌شدیم من 26 7 سالگی واقعا بابا تو باش آشنا شدم یه فیلمی مازیار بهاری ساخته بود راجوش تو بچه بودی توش خیلی بانمک و گفتم این مرد رو باید ببینم فکر کنم یکی از رهاترین آدم هاییه که باید ببینم و مثلا دیدمش و مثلا گفتم میخوام بزرگشم مثلا شبیه این آدم شد خب حالا بده به سون داشتیم با هم جا همون ممکن بود عوض میشد ممکن بود یه جا من مثلا قدرتمند میشدم یا یه جا من الگو میشدم یه جا اون الگو میشد یه جا من فیلمساز بودم پشت دوربین بودم اون بازیگر بود یه جا بالعکس من تو بازی اون بودم ولی فکر کنم مثلا تو این 50-60 روزی که مثلا دستش دادیم هر روز اینجا حرف این آدمه به شکل حیرت انگیزی حاضره بس حرف این آدمه حس میزنم همه کسانی که در مورد خسرو صحبت میکنن شاید اولین چیزی که بهش اشاره بکنن لبخند همیشگی خسرو، نشاطش، سرزندگیش و اینی که بی‌دریغ آغوشش برای همه باز بود در خونش به روی همه باز بود و آدمی بود که تفاوتی نمی‌کرد که یک دقیقه باهاش زمان بگذرونی یا چندین ساعت فکر میکنم همه در این مورد حرف میزنن که حتی با چند دقیقه صحبت کردن با خسرو هم انسان سر کیف میامد حالش خوب میشد احساس میکردی که از معاشرت با او خیلی لذت میبری در تمام سالهایی که من خسرو رو میشناختم هیچ وقت این خصیصه فرقی نکرد هیچ وقت چه در ایران چه در هر جای دیگه دنیا هر موقع من خسرو رو میدیدم احساس امید میکردم همیشه خسرو اینطوری بود میخوام اینو بگم که جدای از این حرفا یک زمانی وقتی من دانشجو بودم خیلی جوان بودم شخصیت خیلی کاریزماتیکی داشت خسرو برای من و خیلی ازش یاد گرفتم سالهای اولی که من دانشجو بودم شاید زمانی که 19 سالم بود 20 سالم بود در واقع اولین زمانهایی بود که خسرو دیگه داشت به یک هنرمند صاحب نامی کاملا تبدیل می شد و موفقیت‌های بین‌المللی داشت در خارج از ایران شناخته شده بود و موفقیت‌هایی داشت که خیلی بالاتر از استاندارد اون زمان هنر ایران بود که در یک فضای کاملا مدرن آکادمیک منجمد شده بود طبیعتا هنر ایران بعد از انقلاب و بعد از جنگ 8 ساله ما به یک انجمادی رسیده بود خسرو و در واقع حالا کسانی که هم نسل و به یک شکلی هم دوره خسرو محسوب میشن اولین کسانی بودند که این فضای منجمد رو شکوندن اون موقع یک هنرمند آشنایی بود هنرمند شناخته شده ای بود که به هر حال و سطحش و موفقیتاش سطح فعالیتاش بالاتر و خارج از سطح هنر اون موقع ایران بود به همین خاطر برای من خیلی عجیب بود که از اولین باری که با او در یک نمایشگاهی که در یک خانه قدیمی در تهران به همراه دوستانش برگزار کرده بود آشنا شدم چقدر او صادقانه و آرام آرام با یک منش خیلی خیلی پر از تواضع برای من
جوونه که تازه دانشجو شده بودم، از همه رویکردهای موجود در کارش صحبت میکرد. از اینی که متوجه شدم در کار او هم مثل شخصیت خودش هیچ جور غرور و تکبری وجود نداره و صادقانه با موقع با اثر هنریش به عنوان روزمرگیهاش و شیوه های مواجهش با زندگی و البته در نقاشی های مربوط به دوره جنگش مواجهش با مرگ صحبت میکرد. اما خسرو هیچ وقت در اون مجموعه که بعد از جنگ کار کرد مثل اون چیزی که در ایران اون موقع رایج بود و به خصوص هنر دولتی خیلی میپسندیدش، از مرگ یک چهره مقدس درست نکرد، بلکه اتفاقا از خاطرات روبرویش با مرگ مثل یک پدیده سیاه و بعد از در مجموعه های بعدیش از اشتیاقش برای جنگیدن برای زندگی صحبت کرد. خیلی مواجهه خسرو با زندگی در کارهاش مواجهه صادقانه ای بود و برای منی که اون سالها خیلی جوان بودم این صداقت، این افتادگی، این هامبل بودن، این بی‌غرور بودن برای خسروی که فکر میکردم خب خیلی سطحش با من فرق میکنه، سنش از من بیشتر بود، سطح هنریش خیلی بالا بود، برای من خیلی الگو بود و عجیب بود برای من که چقدر همیشه با من صمیمی حرف میزنه و چقدر حتی فکر نمیکردم برادر بزرگتر میتونه باشه. همیشه فکر میکردم با یک دوست همسن خودم و یک همکلاسی مدرسه‌ام دارم صحبت میکنم و همین طوری بود. در این صداقت و در این صمیمیت بود که وقتی که از کار من اون موقع ها انتقادی میکرد یا توضیحاتی برای من میداد، من خیلی راحت و بدون هیچ تعصبی اونها رو میپذیرفتم و برای همین خیلی در ذهنیت من در سالهای جوانی تأثیر میگذاشت. اولین کسی بود که با من راجع به موزن محافظه‌کاری در هنر اون سالهای ایران حرف زد و خیلی من رو آگاه کرد، خیلی با همین شیوه صحبت کردن صمیمانه‌اش و به من کمک کرد که در سالهایی که دانشجو بودم دست کم محافظه‌کار نباشم و بعدا هم راهنمایی‌های به من می‌کرد که شاید برای که من خودم با فرایند هنر راحت‌تر باشم خیلی تاثیرگذار بود. به هر حال هیچ وقت فرصت نشد که بهش بگم که در سالهای جوانی من به خصوص که من خیلی احساس میکردم گم شدم و نمیدونستم که در آینده به کدوم سمت حرکت میکنم، خسرو برای من یک رول مدل بود و متاسفم که هیچ وقت نشد که اینجوری بشه. Hello to all Khosrow's friends and acquaintances. I'm standing in front of a very beautiful work of art by Khosrow. When I went to his workshop about 10 years ago and I saw his work, I was instantly drawn to it. I complimented him and he told me he would paint something special for me. The colorful musicians and singers represented in this painting reminded me of a time when I first came to Iran about 60 years ago. All that I love about this country was represented here. It is a remembrance of time past, all the ambivalence and essence of Iran. I stand here today to salute both a great artist and a great personality. از خسرو حرف زدن خیلی راحت و خوشاینده، مثل جوری که زندگی میکرد. در لحظه سرزنده، خوشحال و خندون، پر از انرژی برای زندگی و کارش. جنگجوی بسیار خوبی هم بود. خسرو فراموش شدنی نیست. به هر جا که وارد میشد انرژی و اثر خودش رو جاری میکرد. پر از سرصدا و قهقهه. پر از شادی. انسان آزادی بود. زندگی کردن و لذت بردن خیلی خوب بلد بود. پر از خاطرات، رفتارها، تی کلامهایی که با اون صدای مخصوص خودش وقتی تعریف میکرد تو ذهن همه باقی میموند. این خسرو قد بلند با نمک ما جاش تو پارتیا و با اون رقص مخصوصش خیلی خالیه. ای کاش اینجوری و انقدر زود و غیر قابل پیشبینی نمیرفت. مرگ بهش نارو زد
و فرصت خداحافظی و آخرین گیلاس به سلامتی رو بهش نداد. اما با کاراش به ما فرصت داد که حالا باهاش زندگی کنیم، اختلاط کنیم، حال کنیم و یاد و نامش رو سربلند نگه داریم. خسرو در هنرش شخصیت‌های روشن و واضحی رو داشت و خیلی نمادین. این خودش خسرو در اصل همون رضا موتوری بود، دلکش بود. خسرو همون یه فروش لوتی بود که از کار و زندگی در خونه قدیمی و پرسه زدن تو همون محله بیشترین لذت رو میبرد. خسرو برای من همون تصویری است که خودش رو چارزانو وسط لامپای چشمک زن با گلهای رنگ و رنگ با چشمای مهربون و لبخندی آرام نشانده بود که جاودانه و زیبا در یاد و خاطره همه بنشیند و بگه به مرگ نیندیشته بود و فقط کافی است که چراغ‌ها رو روشن کنید و به سلامتی خسرو بنوشید. Every time I was going to meet Khosrow, I was looking forward a bit like a child looks forward to an adventure trail. On just about any topic he would offer, an experience, a story, a poem, a piece of music about war, passion, love, about life. I always wondered how much life can fit into one person. And he was that person. He was love and passion, very intense, very likable. And the power of his life will continue to be with us, even if he's away. The first time I saw Khosrow, when he first opened the doors to his studio to us, I felt I was meeting a rock star with a fascination for the style of French sailors. A striped t-shirt, a small foulard around his neck, glasses in pure Pasolini style, incredible socks and shoes, and a wide smile, a very warm welcoming. My attention was captured by the pieces he was working on. Background, Egyptian pyramids, and a bunch of Middle Eastern stars singing, dancing, acting. I first connected with him through this link of the passion we both have for the golden Middle Eastern era. And his work conveyed and revived the splendor, the enthusiasm and the glamour of those times. A bit, maybe, as Chant avec des siens that he loved so much did. Moments at his studio were pure joy, fun, genuine, crazy, poetic. It often ended with a poem recital where Khosrow was the undoubted master. He was a storyteller, a great one, with the capacity to connect with the kids and adolescents. My girls remember all the tips, the storytelling, and he was capable to grasp a situation and unexpressed feelings with just a look. Once, one night, we were at home, and a friend of ours was beautifully singing, another one playing the santur, and Khosrow accompanying him along, singing Iranian classics. I got nostalgic, melancholic. Khosrow, at one point, stands up, comes to me and says, "Why are you disappointed when you have friends like us?" He says, "When you have friends like us, why?" I was maybe fearing the loss of this magic.
once I had to leave Iran, and I would never imagined to experience the physical loss. I live with a few Hosro words in my ears. It would say, amazing, amazing. And at least three times in a row, enjoy. I want you to enjoy. Just enjoy. A few minutes presentation to cover Khosrow's remarkable life and work would leave much to be desired. Not that it would have daunted Khosrow the least, he wouldn't have allowed himself to be troubled by such petty reservations. Khosrow, a larger-than-life artist and cherished friend, left a profound and enduring bond, not just with me, but with everyone he came across and interacted with. He was ever present, supportive, and at your side. Never a naysayer, many projects that to others would seem as too forbidding, he would embrace the opportunity with open arms and indulge in the experience. Khosrow lived in the now, making every moment count and special, a quality which I have yet to see in any other person. I feel that his enduring presence will be with us for a long time yet.